شهر کرمانشاه. ۴۸ ساعت بعد تقریبا تموم شد، اونم در سطح کل کشور بود. اولین سالگرد اعتراضات آبان و پرسش‌هایی که همچنان بی‌پاسخ مانده. در این 60 دقیقه ویژه می‌پرسیم چرا حکومت با خشونتی بی‌سابقه با معترضان برخورد کرد. از میهمانان برنامه می‌پرسیم که سرکوب جواب داده، آیا خشم فروخورده جایی فوران خواهد کرد و راهی برای بیرون رفتن از وضعیت فعلی دیده می‌شود؟ در ادامه ویژه برنامه امشب در جستجوی آمار دستگیر شدگان اعتراضات آبان که هرگز اعلام نشد، خیر بازداشتی ها 7000 نفر بود یا بیشتر. دادگاه اولی هم که اصلا قاضی باش صحبت نکرد، در عرض 2 دقیقه گفت حکمش مثل بقیه است، اصلا نذاشت از خودش دفاع کنه، نذاشتم مهدی وکیل بگیره، گفتن اگه وکیل بگیره براش بد میشه، قاضی لج میکنه. تدارک دادگاهی نمادین در لاهه برای رسیدگی به وقایع آبان. آیا تلاش برای تشکل‌های حقوق بشری راهگشای دادخواهی برای قربانیان سرکوب اعتراضات می‌شود؟ و زخمی که التیام نمی‌یابد، پدر و مادر دانش آموزی که آماج گلوله شد از دردهایشان می‌گویند. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. یک حرکت گازنبوری، خشم عمومی در سراسر ایران و سرکوبی بی سابقه. این چند عبارت خلاصه است از حوادث خونین هفته آخر آبان پارسال، درست در یک سالگی آن اعتراض ها، وقتی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران در اقدامی ناگهانی در نیمه شب اعلام کرد که بنزین دوباره سهمیه بندی شده، طوفانی به پا شد. افزایش قیمت 1 لیتر بنزین آزاد از 1000 تومان به 3000 تومان خون مصرف کنندگانی را به جوش آورد که مدت ها بود فشار خرد کننده اقتصادی را بر شانه های خود احساس می کردند. موج اعتراض شرق و غرب و شمال و جنوب ایران را در بر گرفت. ماشین سرکوب حکومت هم چنان به کار افتاد که بسیاری آن را در تاریخ معاصر ایران بی سابقه می دانند. چهره های حکومتی از 200 و چند کشته حرف میزنند، ولی بعضی خبرگزاری ها 1500 قربانی هم نوشتند. این اعتراض ها چه پیامدی داشت؟ دادخواهی ها به جایی رسیده؟ بیشتر در این باره حرف میزنیم. اول گزارشی از فیروزه اکبریان. بنزین 3000 تومان از ساعت 12 امشب جرقه اش از اینجا زده شد. آغاز سهمیه بندی قیمت بنزین 24 آبان پارسال بدون اعلام قبلی. هر لیتر بنزین سهمیه‌ای 1500 تومان شد و بنزین آزاد 3000 تومان. 3 برابر قیمت قبلی. حاصلش شد اعتراض‌های گسترده. شاید یکی از بزرگترین اعتراض‌های دهه‌های اخیر ایران. معترضان از همان روز اول گران شدن قیمت بنزین به خیابان‌ها آمدند. نه در 1 شهر و 2 شهر، بلکه در 10ها شهر. اعتراض هایی که به سرعت برق و باد گوشه گوشه کشور را فرا گرفت. شعارها با اعتراض به افزایش قیمت بنزین شروع شد. شعارهایی با دغدغه های معیشتی. به سرعت اما رنگ و بوی سیاسی گرفت. مردم در مواردی پوستر رهبر ایران را آتش زدند. یک حوادثی به دنبال مسببه کسی که پشت تصمیم افزایش قیمت بنزین ایستاد. بنده در این قضیه سررشته ندارم، لکن اگر سران سقوه تصمیم بگیرن من حمایت میکنم. همه مراکز شرارت دنیا علیه ما این کارها رو تشویق کردند. آیت الله خامنه ای اعتراض ها را به دشمنان ایران نسبت داد. مردم اما در کف خیابان‌ها در پاسخ فریاد می‌زدند. حدود 1/3 دفاع رهبر ایران از افزایش قیمت بنزین بی‌دلیل نبود. او پیشتر از نحوه مصرف این سوخت در کشور انتقاد کرده بود.
الان مصرف بنزین در کشور مصرفانه است، همین 100 میلیون لیتر و 90 میلیون لیتر و بیشتر و گاهی بیشتر و گاهی خود کمتر در روز، این مصرفانه است، نباید باشه. حاجی تیر زدن. بعضی دفاع آقای خامنه ای از افزایش قیمت بنزین را هشداری علنی به معترضان دانستند و چراغ سبزی برای سرکوب بیرحمانه آنها. اینترنت یک روز پس از آغاز اعتراض ها به دستور شورای عالی امنیت ملی در کشور قطع شد و این یعنی صدای بلند اعتراض ها در بیرون تنینی نداشت. قطع اینترنت در بعضی مناطق تا چند هفته طول کشید. با برگشت تدریجی اینترنت بعضی زوایای ناآرامی ها کمی روشن شد. شلیک مستقیم نیروهای امنیتی به سوی مردم، از جمله در اینجا ماهشهر، یکی از کانونهای اصلی درگیری. معترضان سه روز راه ارتباطی جاده ماهشهر به بندر امام خمینی را بستند. از جاده های پرتردد استان خوزستان و جایی که اهمیتی ترانزیتی به ویژه برای کارخانه های پتروشیمی دارد. به گفته شاهدان عینی، معترضانی که مورد حمله نیروهای امنیتی قرار گرفتند به طرف نیزارهای اطراف شهرک جراحی فرار کردند، اما شماری از آنها با تیراندازی ماموران کشته شدند. بر اساس گزارش‌های غیر رسمی از داخل نیزارها هم به سمت نیروهای امنیتی شلیک شد. مسئولان حادثه ماهشهر را به نیروهای به گفته آنها معاند مرتبط دانستند و از برخورد بدون مماشات گفتند. اگر ورود نیروهای نظامی و انتظامی نبود، زندگی عموم مردم در این منطقه نه تنها به خطر می افتاد، بلکه واردات بالاخره محصولات اصلی کشور که از بندر امام به نقاط اصلی کشور می شد، با توجه به اینکه تعدادش به کمتر از 400 کامیون در روز رسیده بود، داشت به خطر می افتاد. و این موضوع باعث شد بالاخره نیروهای امنیتی و نظامی برای آسایش مردم و زندگی وارد عمل بشن. بعضی شاهدان عینی شمار کشته های همین یک جا را ده ها نفر تخمین زدند. درباره سرکوب اعتراض هایی که نقطه نقطه یک کشور را فرا گرفت، ابهام ها زیاد است. هنوز به طور دقیق مشخص نیست چه تعداد از آنها که به خیابان آمدند هرگز به خانه برنگشتند، چه تعداد سر از بازداشت و زندان درآوردند و چه کسانی مسیر زندگیشان برای همیشه عوض شد. سازمان عفو بین الملل گفته توانسته مرگ بیش از 300 نفر را تایید کند، از جمله 23 کودک را. خبرگزاری رویترز اما شمار قربانیان را حدود 1500 نفر دانست. دولت ایران شمار کشته ها را بیش از 200 نفر دانست. آنچه مسلم است برخورد خشن با معترضان بود، تا جایی که خود مسئولان هم از گفتن آن ابایی نداشتند. بعد از ظهر شنبه که عملاً شروع شد، 48 ساعت بعد تقریباً تموم شد. اونم در سطح کل کشور بود. روز اول 28 استان، 100 خورده محل، شهر و محل اینا شروع شد. هرچند که عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور از میزان گستردگی اعتراض ها تحلیل متفاوتی دارد. بین 130 هزار نفر تا 200 هزار نفر در این صحنه ها بودند در کل کشور. منتها این 130 هزار نفر تا 200 هزار نفر را که من مبنا را 200 هزار نفر میگیرم، میگم 200 هزار نفر، بیش از 4 یا 5 بار تکرار میشن. یه مردم نیم درصدی و پایین تر از نیم درصدی بودن در این حادثه. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، چند ماه پیش در گزارشش گفت که در اعتراض‌های آبان پلیس، سپاه و بسیج با هدف کشتن معترضان به آنها شلیک کردند. خودرو در اختیار من هست که استفاده کنم، نه اینکه بیام رابندون درست کنم. اگر آمدم رابندون درست کردم، خوشبختانه اونقدر ما سیستم مونیتور داریم و دوربین داریم،
هم خودرو مشخص میشه، هم پلاکش مشخص میشه، هم رانندهش مشخص میشه. حکومت به هر راهی که بود آتش برافروخته شده از افزایش قیمت بنزین را خاموش کرد. اما احتمالاً راه خروج از بحران برای حکومتی که شکافش با جمعیت زیادی از مردمش پس از این حوادث بیشتر شده در بلند مدت دشوارتر باشد. فیروزه اکبریان، بی بی سی. حاتم قادری، استاد پیشین علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس از تهران با ما هستند. آقای قادری، در یک سال گذشته حرکت اعتراضی چندانی ندیدیم. آیا سرکوب جواب داده؟ سرکوب به یک معنا جواب داده، به یک معنا جواب نداده. یعنی موقعی ما میتونیم بگیم از سرکوب جواب داده که واقعا نوعی مردم برگردن و نوعی خورسندی حد اقلی رو داشته باشن. حقیقت اینه که در این یک سال گذشته شکاف روزافزون بین حاکمیت و مردم بوده که حد اقل این شکاف با مردم در واقع مواجه با مردم با شوکر بوده، بعد تیراندازی بوده، احکام بلند مدت بوده، حکم اعدام بوده و حالا بحثایی که مال اقتصاد و گرسنگی مردم و تباهی بیشتر جامعه در جای خودش. هرچند که فکر میشه که حاکمیت دنبال یه راهکارهایی در آینده میگرده، من قبل از اینکه به این راهکارها یک دو مورد اشاره بکنم که به عقیده من اینها خودش نوعی استیزای حاکمیت از سوی حاکمیت هست و نه راهکار، ایزه میخوام که یک داستانی رو از مثنوی مولوی خیلی کوتاه بگم. مولوی در مثنوی خودش میگه یه دده ای بود که حالا اونوارم مخاطبان من دده رو به معنای گوهری بگیرن نه به معنای نژادی و رنگ و بود. در آن میگن یه دده ای بود، یه کودکی رو در آغوش داشت، کودک گریه میکرد، این هرچی میخواد اونو ساکت بکنه نمیتونست. آخه یه رنگی رسید گفت ببین این از تو گریه میکنه، بذاری سمی ساکت میشون. حقیقت الان وضعیت حاکمیت و مردم ایران هم در چنین شرایطی به سر میبره. یعنی تا موقعی که حاکمیت چهره یه دده ای از خودش نشون میده، طبیعی است که مردم ایران هم به فغان باشن، در یأس باشن، در نومیدی باشن یا در اعتراض باشن. هرچند که میگم برخی نشانه هایی رو حاکمیت خودش نشون میده که بیشتر به نوع استیزا شبیه تره، از جمله این که مثلا رئیس جمهور دوره بعد یک نظامی باشه. من فکر میکنم یک رئیس جمهور نظامی برای ایران نوعی استیزاه، یعنی که ما نمیتونیم در راهکارهای طبیعی سیاست ورزی جامعه را اداره بکنیم. یک رئیس جمهور نظامی که در ایران محبوبیت ملی نداره که بگه من میخوام بیام در انتخابات خودم رو مک بزنم. من فکر میکنم اون میخوام بگه که در واقع حاکمیت داره میگه که من هیچ کاری گرد دستم بر نمیاد جز اینکه بتونم به نوعی قاطعیت نظامی متوسل بشم. هرچند که من این آمدن یک رئیس جمهور نظامی را صرفا باب مجادله با آن چیزی که به عنوان گروه های اصلاح طلب گفته میشه نمیدانم و فهم میکنم این ناخرسندی عمیقی است که در ضمیر جناح راست هست. و حالا من حداقل حدس خودم میگم احتمالاً آقای خامنه ای نباید با یک رئیس جمهور نظامی موافقت بکنه، ولی این ناخرسندی در حدی است که خواهد بگه همه راه ها به بن‌بست رسیده و فقط یه رئیس جمهور نظامی میتونه از عهده امور بر بیاد. خودش یک امر وحشتناکی است. یک حاکمیت چگونه میتونه به خودش کارت قرمز بده جز این موارد؟ یه نشانه دیگه از حاکمیت هست که بعضی ها گفته میشه، هم گروه های نظامی گفتن هم گروه های سیاسی گفتن که خوب پایتخت را عوض بکنیم. یعنی پایتختی که 30 سال به این شرایط درش آوردن و بعضی قسمتاش مانند یک میدان مین گذاری شده، فکر میکنم به سادگی میتونن چمدونشو بردارن برن مثلا یک جای دیگه. این راهکارهایی است که بعضا در موردش فکر میشه، ولی من به نظرم میادش که اینا هیچ کدوم نمیتونن اون نوع هم خشم، هم ناراحتی و هم ترس مردم رو از چهره اونها برطرف کنن. دلیلتون چی آقای قادری؟ من گفتم که دلیلم این شکاف روزافزونی است که بین حاکمیت و مردم ایجاد شده. به این دلیل اینو میپرسم از خدمتتون که خب در دنیا ما نمونه های متعددی داریم که قدرت کشورها، حکومت ها با مشت آهنین کشور رو اداره کردند. اگر بر فرض
اینطور در نظر بگیریم که بخوان یک حکومتی از نظامیان تشکیل بدن و سالها هم تونستند ادامه بدن. خب این یه حرفه، ولی آیا میتونن؟ یعنی ببینید، یه بار است که نظامی ها از یه توانمندی مدنی هم برخوردارن و میتونن بیان بخشی از مسائل و پاسخگو باشن. در ایران نظامی ها یک همچین امکانی رو ندارن. اینو فراموش نکنین، در کشورهای نظامی ها میان و با مشت آهنین حکومت میکنن که کاملا پذیرفتن که ارتباط بین خودشون و مردم قطع هست، یعنی تبدیل میشن به نوع نیروی اشغالگر، نوع نیروهایی که نمیخوان هیچ گونه ارتباط مردمی رو داشته باشن. در خود ایران که شما بخواید نگاه بکنید، از مشکلات اقتصادی واقعا تباهی روزافزون، بهره کشی از مردم، استبداد سیاسی، دانشجویی که دچار افسردگی هستن، زنانی که در واقع ناتوان هستن، محیط زیست ویران، اینا رو یک نیروی متفاوت میتونه حل بکنه. تازه حالا فرضاً برای اینکه یک حکومتی در واقع با مشت آهنین بتونه در ایران بیاد، مسئله که حل نمیکنن، بین خودشون دوره شکاف ایجاد میشه، مسائل ما کاملا با مسائل و مشکلات جهانی گره خورده. من به نظرم میاد که ما یک زمانی مثلا سالای 2-3 سال قبل از انقلاب اون موقع میتونستیم بشینیم در یک جایی جهان رو نصیحت بکنیم، کشورها رو نصیحت بکنیم، دولت‌ها رو نصیحت بکنیم، بگیم اخلاق این فاسده، اونجا سرکوبگرن، اونجا این اتفاقه. ولی بعد از 42 سال که خودمون کارنامه داریم به اینجا رسیدیم که یک حکومت نظامی که بخواد با مشت محکم با مردم روبرو بشه، خب چی از این دعوی باقی میمونه؟ یعنی ما دعویمون یک چیز دیگه بود، تصور بر این بود که یک چیز دیگه بود. بله. من همیشه این ذهنیت رو دارم، اگر ادامه بدم یا صرف کنم. بسیار خوب آقای قادری، شما و همینطور بسیاری دیگر از جامعه شناسان و اهالی سیاست، متفکران، مدت هاست که حرف از فروپاشی اجتماعی میزنید. آیا نسخه حکومت برای جلوگیری از فروپاشی اجتماعی همین نوعی از بگیر و ببنده که شما گفتید قرائنی وجود داره مبنی بر احتمال به قدرت رسیدن نظامیان؟ ببینید، من که گفتم در ابتدا گفتم اینا نمیتونن با سیاست ورزی مدنی و با اینکه نوع اعتماد عمومی رو جلب بکنن بتونن جامعه رو اداره بکنن. من بعید میدونم که 3 نفر از توی حاکمیت، چه چپ چه راست چه اصلاح طلب چه نمیدونم سنتی، بتونن بیان به مردم یک حرفی رو بزنن و بخش قابل توجه از مردم بگن ما حرف شما رو باور میکنیم. و این خودش میدونید یک تباهی گسترده‌ای رو ایجاد میکنه، اونم در حالی که جهان در حال شتاب گرفتن، فرصت‌های ما در حال سوخ شدن، جوان‌ها در حالی هستن که امید به زندگیشون و معنای زندگیشون در حال از بین رفتنه. من همیشه یک سوال جدی در ذهنم بوده که برای آقایون، از آقای خامنه‌ای گرفته تا دیگران، یعنی اینا در سال 55 بگن یک جای در این کره ارض یک کشوری هست که دعوی اسلامی میکنه، ولی این سیاستشه، این وضعیت حقوقشه، این وضعیت اقتصادشه، این ناتوانیاشه، این در واقع شکافهاییست که وجود داره، این بیمیست که از مردم داره، این بیمیست که مردم از حکومت دارن. شما اسم اینه چی میذارید؟ چه انصافا به این در واقع چی میگید؟ یعنی شما میفرمایید که فروپاشی اجتماعی رخ داده؟ من اعتقادم اینه که در ضمیر مردم اتفاق افتاده. یعنی وقتی در ضمیر مردم اتفاق افتاده، بعد میمونه که آیا در صحنه بیرونی چه وضعیتی پیش میاد. در ضمیر مردم بدین معناست که ما یک وفاق حداقلی که بگیم که مردم با اون با حکومت خودشون حاضرن که طرح صلح و دوستی بریزن و در اون راستا گام بردارن، یعنی چیزی وجود خارجی نداره. یعنی در ضمیر اتفاق افتاده. نه، فراموش نکنیم که ما از گذشته، از بلند مدت، معمولا در واقع قومیت های ما بعضا مرکز گریز بودن به خاطر سیاست های نادرستی که در مرکز اعمال می شد. اگه فرصت های ایجاد بشه خب می تونه خیلی خطرناک باشه. آقای قادری، وقتمون خیلی کمه. شما میگید که راه حل حاکمیت تا اینجا به نظر میاد ایجاد یک نوع حکومت نظامی بگیر و ببند، سرکوب، و از طرفی هم میگید که جواب نمیده. یعنی چی؟ چه قراره چه اتفاقی بیفته؟ ببینید، اینه که باید صبر کرد. منم نمیخوام بگم قطعا راه حل اینه، میگم ولی این زمزمه‌ای که شنیده میشه معناش اینه که خود حاکمیت هم داره به نتیجه میرسه که سیاست ورزی مدنی در ایران تمام شده است. ولی اینکه تا چه حد میتونن ادامه داشته باشن بسکی داره واقعا ذخایر مملکت چگونه مصرف بشه.
اگه همچین اتفاقی بیفته مملکت تبدیل میشه به یک وضعیتی که یک جزایر در واقع امن و مرفه و البته با استفاده نیروی پلیس و سرکوب حمایت شده باشن، بقیهش هم رها میشه در یک دریایی از تباهی و فقر و سرخوردگی و سرکوب. این بعد برمیگرده این که تا چقدر بتونه در اینجا ادامه پیدا بکنه، اصلا حاکمیت تا چقدر خرسند از این هم باشه. ولی این احتمال هم وجود داره که تغییراتی که در لایه‌های حاکمیت اتفاق بیفته اجازه نده حتی بلند مدت همون جواب بده. من به جد اعتقادم بر اینه که یک حاکمیت حتی با مشت آهنی در مدت در ایران موفق نخواهد بود. یعنی این ممکنه که کوتاه مدت بتونه در واقع وجود داشته باشه، برخی چیزا هم بخواد با شعار یا زور از پیش را برداره، ولی در بلند مدت در ایران موفق نخواهد بود. همینه که ممکن اون فروپاشی ذهنی رو تبدیل بکنه به فروپاشی بیرونی و اجتماعی. بسیار ممنونم از حاتم قادری، استاد پیشین علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس از تهران. بابا یک سال پیش دولت از نیمه شب 24 آبان با بالا بردن قیمت بنزین مردم رو غافلگیر کرد، اما این تصمیم در جلسه سران سه قوه گرفته شده بود، موضوعی که با شروع اعتراض‌ها گروهی از نمایندگان به این تصمیم اعتراض کردند و خواستار استیضاح عبدالرحمن رحمانی فضلی وزیر کشور شدند. با دفاع آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از این تصمیم، نمایندگان مجلس از تصمیم خود عقب نشینی کردند. علی لاریجانی رئیس وقت مجلس ایران در اظهار نظری گفت که پیام محرمانه‌ای به نمایندگان مجلس فرستاده شده بود که با تصمیم شورای امنیت ملی مخالفت نکنند. سعید دهقان وکیل دادگستری و عضو اتحادیه بین المللی وکلا با ما هستند. آقای دهقان، یک دفعه بنزین رو گران کردند، مبنای قانونی این حرکت کجا بود؟ وقت خیر. طبیعتا باید بگیم اصلا مبنای قانونی نداشت، چون مرجع قانونگذاری مجلس هست و سران سقوه مرجع قانونگذاری نیستند و چنین صلاحیتی نداشتن. در واقع باید بگیم ریشه این مشکل و اغلب مشکلات در کشور ما در همون یک کلمه قانون خلاصه میشه که از دوره مشروطه تا حالا کل ملت به دنبال حاکمیت ملت و حکومت قانون هستند. مشکل از همینجا شروع میشه، برای اینکه مرجع قانونگذاری مجلس. توجه داشته باشیم که ما وقتی از مجلس صحبت میکنیم با همه کاستی هایی که در مجلس میبینیم که نمایندگی نمیکنند افکار واقعی مردم رو و نمایندگان واقعی مردم هم غالبا نیستن، باز هم از همین مجلس هم استفاده نشد برای قانونگذاری. و با توجه به اینکه سه قوه، دو رئیس از این سه قوه حقوقدان هستند و حداقل یکیشون اعلام کرده بود که سرهنگ نیست و حقوقدان هست، ما توجه باید بکنیم که اینجا حداقل های قانون و موارد و مراتب حقوقی زیر سوال رفته و این در حالیه که ما در مورد قانونگذاری یک قاعده داریم. یعنی ماده دو قانون مدنی ما، ماده دو، بیش از 70-80 ساله که در این کشور هست و میگه وقتی قانون وضع میشه، قانون به معنی اخص کلمه، 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور میتونه لازم الاجرا باشه. حالا شما توجه داشته باشین سران سه قوه مرجع قانونگذاری نیستن، مرجع قانونگذاری فقط مجلس هست با همین ترتیباتی هم که هست، اگر ما بپذیریم که نمایندگی میکنه به واقع مردم و افکار عمومی رو، این مرجع مرجع قانونگذاری نبوده. از طرف دیگه این 15 روز هم فلسفه‌ای داره. فلسفه 15 روز پس از انتشار لازم الاجرا شدن قوانین این هست که آمادگی ذهنی در سراسر کشور برای مردم ایجاد بشه برای اجرای یک قانون. خب وقتی ما مرجع قانونگذاری نباشیم، صلاحیت نداشته باشیم یه تصمیم خلق سایه بگیریم و شوک به جامعه بدیم و به این مردم غالبا در اینجا دستگیر شدگان، محکوم شدگان، بیپناه میمونن و بیگناه دستگیر میشن و محکوم میشن، در حالی که علت العلل این معضلات و مشکلات اتفاقا مرجع تصمیم گیری هست که صلاحیت لازم رو نداشته و این کار رو انجام داده. آقای دهقان، بعضیا در حاکمیت به گونه حرف میزدن که گویا واکنش به این تصمیم اعتراضایی که شد غیرقانونی بوده، مبنای قانونی نداشته. آیا این تلقی درسته؟ آیا اعتراض حقی هست که باید اون رو در برابر یک تصمیم غیرقانونی اعمال کرد؟
ببینید در هر صورت حتی ممکنه تصمیم قانونی گرفته بشه توسط مرجع قانونی، باز هم مردم معترض باشن. توجه داشته باشین که مردم نمایندگان واقعی خودشون رو در مراجع تصمیم ساز، تصمیم گیر و مرجع تقنینی نمیبینن. در فرضی هم که ببینن، باز هم وقتی مرجع قانونی تصمیمی بگیره مردم حق اعتراض دارن، چه برسه به اینکه یک مرجع غیر قانونی یک تصمیم غیر قانونی بگیره و به نحو غیر قانونی هم اجرا بکنه. یعنی ما از مرتبه آغاز تا پایان دچار مشکل هستیم. اعتراض به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی کشور. هر گونه تجمعاتی همینقدر که حمل سلاح نباشه آزاده، در سراسر کشور آزاده. برای اینجا اگه تصمیم غیرقانونی گرفته شده، مردم اگر اعتراضی بهش داشتن بابت شوکی که بهشون وارد شده، در جایگاه 100% حق قرار دارن. و آن چی که الان ما باید مورد نظر قرار بدیم اینه که در یک اصطلاح حقوقی ما میگیم مباشر، کسی که مثلا اعتراض کرده مباشره. اما یه اصطلاح حقوقی داریم به نام سبب اغوا از مباشر. مسببین اتفاقا اینجا تأثیر بیشتری داشتند و دارند. برای من فکر کنم این قسمت باید از اینجا به این نتیجه برسیم که اون یک کلمه قانون در واقع رعایت نشد، اسباب زیادی، مشکلات بسیار زیادی برای مردم ایجاد کرد و اتفاقا همون یک کلمه به نوعی ما رو میرسونه به اینجا که انگار ما دچار فروپاشی حقوقی شدیم. یعنی نه فقط فروپاشی اجتماعی، بلکه فروپاشی حقوقی به این معنا که از یک طرف در مرجع قانونگذاری ما که مجلس باشه، ما قوانین درست که تابع مصلحت‌های جامعه و منافع ملت باشه نمی‌بینیم. از طرف دیگه در مقام اجرا با مشکلات عدیده مواجه هستیم. در مرحله قضایی هم دادخواهی در واقع نمی‌بینیم. متأسفانه خیلی کم آیده. بله، سوال آخر اینه که شما با اشاره کردید که تصمیم قانونی نبوده. در مورد اعتراض ها هم خیلی ها در حاکمیت گفتن که اتفاقا اعتراض ها قانونی بوده، نباید اینطور با اون برخورد می شده. آیا نظارتی صورت گرفت؟ آیا نهادهای نظارتی موضوع رو اونطور که باید بررسی کردن در یک سال اخیر؟ واقعیتش اینه که ما نهاد نظارتی مستقلی نداریم. نهادهای نظارتی ما اغلب وابسته هستن. سازمان بازرسی کل کشور از نظر قوه قضاییه است، دیوان محاسبات از نظر مجلسه و نهاد مستقل نظارتی ما اصولا نداریم. ما فکر میکنیم اتفاقا اینجا نیاز هست به نهاد مستقلی که مثل آمبودمان. آمبودمان یک نهاد مستقلی است که درسته در کشورهای توسعه یافته مثل سوئد ایجاد شد، در دانمارک من خودم از نزدیک دیدم این نهاد رو که بسیار قوی در راستای حمایت از حقوق و آزادی های مردم کار میکنه و این نهاد نظارتی مستقل از حکومت هست برای نظارت بر عملکرد غیرقانونی نهادها و دستگاه‌های حکومتی. ما چنین چیزی رو در واقع نیاز داریم و می‌دونیم که نهادی مثل آمبودمان نیاز ایران فعلی ماست و این هم فقط متوقف در سوئد و دانمارک یا سایر کشورهای توسعه یافته نشده. الان در کشور گامبیا و بعضی دیگه از کشورهایی که حتی در حال توسعه هم نیستن چنین نهادی هست. بنابراین اگر منظور سوالتون این باشه که نهادهای نظارتی به وظیفه خودشون عمل کردن، من به طور قاطع باید بگم نه، به هیچ وجه. روندی هم که ما داریم میبینیم نشون میده که اجازه ورود به این مسائل هم ظاهرا نداشتن. بنابراین صرف نظر از عدم استقلال، اون قوانینی که بودجه در واقع در اختیارشون گذاشته شده و این بودجه عمومی هست، باید اون وظایف حداقلی رو رعایت می‌کردن، تا این لحظه نه تنها نکردن بلکه به نوعی دامن زده شده به وضعیتی که مردم همچنان بی‌پناه بمونن و دادخواهی هم به نتیجه نرسه. ممنونم از سعید دهقان، وکیل دادگستری و عضو اتحادیه بین المللی وکلا. بحثی در این باره داریم با دو میهمان، احسان رمضانیان تحلیلگر مسائل سیاسی و مسعود باستانی روزنامه‌نگار، هر دوی آقایان از تهران. سوال اول رو از آقای باستانی میپرسم. یک سال گذشته، آنچه که رخ داده یک حرکت واکنشی زودگذر بوده یا ادامه یک حرکت اعتراضی؟ سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگانتون و مهمانتون. عرض کنم خدمت شما که جواب شما رو آقای مستعید دلم بخواد که دوگانه بدم، بگم هم آری هم نه. یعنی آن چیزی که من میفهمم این جواب هم آریست هم خیره. آری زودگذر بود به خاطر اینکه آنچه که در آبان ماه اتفاق افتاد و الان در طی یک سال گذشته خیلی از نظریه پردازها، خیلی از آکادمیسیان ها و جامعه شناسان اومدن این رو نقد کردن، به این نتیجه رسیدن که باید بالاترین کلمه‌ای که می‌شود در رابطه با آبان به کار برد و حوادث و اعتراضات آبان و اتفاقات تلخی که افتاد، کلمه شورشه.
حوادث آبان ما به دلایلی و به بر اساس شواهد و قرائنی شورش بود، به این دلیل که مستمر نبود، به این دلیل که محصول یک، به این دلیل که توی اون کنش ما شامل ترس، خشم، یأس، تخریب، رفتارهای بیهوده و همچنین حرکت‌های اعتراضی به هر حال نابسامانی مطالبات داشتیم. از این طرف ما بگیم آری، به دلیل اینکه این اعتراضات در بستری شکل گرفت و در جای اتفاق افتاد که این بستر همطور که آقای دکتر قادری هم فرمودن بستری آماده و متناسب برای هر گونه اعتراضی است و این بستر جامعه جنبشی اعتراضی ایرانه که به هر دلیل در با هر اتفاقی در هر مکانی و با هر حادثه‌ای ممکنه که یک در واقع انفجار به وجود بیاد. آقای رمضانیان شما چی فکر میکنید؟ شما هم موافقید که بخشش یک شورش بوده آنی و زودگذر، بخش دیگرش هم قرار میگیره در اون بستر اعتراضی جامعه ایران؟ سلام عرض میکنم به شما، مهمان محترم برنامه و بینندگان عزیز. من معتقدم که چنین اعتراضاتی با این حجم از تعداد نفرات و پراکندگی جغرافیایی نمیتونه دفعتا رخ داده باشه و ما میتونیم اینو بگیم که حاصل انباشت مطالبات سالیان گذشته مردمه. همین مردمی که در طی سالهای گذشته به انهای مختلف، در بزنگاهای مختلف، به روشهای مختلف اعتراضشون رو مطرح کردن، مطالباتشون رو ترک کردن، گاهی به صورت اعتراض و گاهی به صورت شرکت در انتخابات. مثلا میگم شرکت در انتخابات، شما فرض کنید در سال 76 یا 96 مردم اومدن کف مطالباتشون رو به سقف وعده ها و شعارهای کاندیدای اصلاح طلب یا اعتدالگرا رسوندن و راضی شدن به حداقل ها و راضی شدن در این بازی شرکت کنن، در این بازی و در این سازوکارهای حاکمیتی شرکت کنن. اما ما دیدیم که وقتی مردم از اون سازوکارها ناامید شدند و احساس کردند که نتونستند از اون روش‌ها، از روش‌هایی که در درون قانون تعریف شده به نتیجه برسند، چند باری طی سالیان مختلف دست به اعتراض زدند. اوایل اعتراض‌ها به صورتی بود که میتونستیم بگیم بخشی از مردم، طبقاتی از مردم درش حضور دارند، مثل 18 تیر 78 که میشه گفت طبقه متوسط و دانشگاهی درش حضور داشتند. 82 به همین صورت بود، 88 هم طبقه متوسط بود. اما وقتی وارد سال 96 و 98 شدیم دیدیم که حتی نمیتونیم طبقاتی هم اینو تحلیل بکنیم و طبقات مختلف وارد میدون شدن، وارد عرصه شدن. بسیار خب. آقای باستانی بگذارید اینجوری سوال رو بپرسیم. آیا شما هم سرخوردگی رو در ایران در میان معترضان، در میان قشر ناراضی به اندازه‌ای میبینید که تبدیل به یأس شده، تبدیل به ناامیدی شده که تهش همون چیزیه که آقای قادری اشاره کردند، فروپاشی اجتماعی که فعلا در ذهن شکل گرفته؟ بله، ببینید واقعیت اینه که وضعیت در ایران و به خصوص در ایران امروز که از چند تا مسئله جدی رنج میبره و الزاماً هم این نیست که مسئله رو از خارج ما بتونیم حل بکنیم، یعنی حکومت از بیکفایتی و فساد کلان رنج میبره و مشکلات ساختاری ما در ایران داریم، ما بنبست ساختاری داریم برای هر گونه تغییر در ایران. این به وجود آورد، این بنبست و این در واقع ناتوانی از ایجاد هر گونه تغییر منجر به یأس میشه. اما این رو باید بدونیم که ما داریم راجع به وقایع آبان ما اگر داریم صحبت میکنیم یا حتی وقایع دی ماه 96 داریم صحبت میکنیم، مشخصا وضعیت جغرافیایی و نواحی که اگر یک پراکندگی اعتراضات رو، پراکندگی جغرافی اعتراضات رو نگاهی به نقشش موجوده تو اینترنت بندازیم و این در واقع از روی آمار کشته شدگان و بازداشت شدگان حوادث تلخ آبان ما بیایم و ببینیم که اینها متعلق به چه نقاط و چه محلات و چه طبقات و اقشاری بودن، به یک تعریف میرسیم. این هم این است که در آبان ما ابتدا اعتراضات و در واقع فریاد اعتراضی از طرف اقشاری بلند شد، صدای اعتراض کسانی بود که به هیچ وجه هیچ صدا و هیچ نمایندگی در حکومت ایران و اپوزیسیون حکومت ایران نداشتن، تا کسانی که نه رسانه دارن، یعنی توهیدستان و فرودستان و پابرهنگانی که در حاشیه شهرها ساکنند و یک سری ویژگی‌های ثابت دارن، اینها نه رسانه دارن،
نه ارگان دارن، نه امکان سازماندهی و حزب دارن و نه حتی میتوانند مطالبات خودشون رو تبیین کنن و برسونن. برای همین است که ابتدا با شعار بنزین شروع میشه و بعد میبینیم که در پایان این اعتراضات در مناطق وقتی که میاد و با یک تاخیر زمانی به مناطق محلات شهری میرسه شعار ساختارگرایانه یا شعار براندازانه ادامه پیدا میکنه. آقای رمضانی شما چی فکر میکنید؟ من چندان با نظر جناب باستانی موافق نیستم. من معتقدم که نمیشه صرفا جرقه رو قشر فرودست جامعه دونست و قشر تهیدست جامعه دونست. اعتراضات 98 به خصوص یک چندین طبقه در این قضایه حضور داشتن، طبقه متوسط هم حضور داشته، پراکندگی جغرافیاییش هم مشخصه، در تمام تقریبا نزدیک به 100 شهر در ایران درگیر این ماجرا بود و واکنشی که حکومت هم به این اعتراضات نشون داد نشون میده که واکنش بسیار شدید بود و این نشون میده که خب گستردگی این اعتراضات بسیار بالا بوده و من معتقدم که حکومت هم انتظار این واکنش رو از جانب مردم داشته و دلیلش هم من همونطور که در بخش قبل عرض کردم خدمتتون اینه که مطالبات تلمبار شده. در این دلیل نداره مردمی که 2 سال قبل در انتخابات به هر حال به نوعی شرکت کردن، اکثریت مردم بالاخره شرکت کردن، این سرخوردگی که اینا احساس کردن، مردم احساس کردن از کارکرد سازوکارهای قانونی در چارچوب جمهوری اسلامی باعث شد که به این صورت واکنش نشون بدن. شما یه زودپز هم اگه درش رو ببندی و اون سوپاپه کار نکنه بعد از یه مدتی منفجر میشه. این سازوکار طبیعی جامعه است. آقای باستانی، بعضی هم میگن که فشار حد اکثری دونالد ترامپ در این میان نقش مؤثری بازی کرد، این طور شد که فضای داخلی رو علیه حکومت چرخاند. حالا که به نظر میاد آقای ترامپ دورش تموم شده، ممکنه که فضا تغییر بکنه در داخل ایران؟ من میخوام که اول یک خلاصه از گذشته بگم بعد وارد مقوله بحث. خوشحالم که شما از کلمه آقای ترامپ استفاده کردید و نگفتید فشار حداکثری امریکا. بله، متاسفانه فشارهای حداکثری آقای ترامپ و مدل مقابله آقای ترامپ و منجر به این شد که یک فاجعه در ایران فجیع‌تر بشود. البته عامل اصلی نبود ولی یکی از عوامل مهمی بود که منجر به تخریب این ویرانه کنونی شد و این تخریب رو وسیع‌تر کرد. اما همونطور که عرض کردم در قسمت پیش، ببینید آقای علی مطهری میگه 98% از معترضان آبان ماه توده‌های فقیر بودن. فهرست دستگیر شدگان و بازداشت شدگان حوادث آبان ماه نشون میده که این افراد در چه مناطق و چه محلاتی ساکن بودن. فهرست جانباختگان هم نشون میده که بیشترین حجم اعتراضات و بیشترین خشونت به نسبت به چه طبقاتی اعمال شده. اما ببینید این اتفاقی که در ارتباط فشارهای حداکثری آقای ترامپ میفته، من این رو اینطور تحلیل میکنم، در واقع اینطور میبینم که آقای ترامپ با مدل این که با اون مدل برخورد و یا اون مدل فشاری که برای تغییر رفتار ایران در پیش گرفت به این نقطه رسید که در واقع به این اجازه رو به حکومت ایران بده، این اجازه رو به قدرتمندان در ایران بده که در اون فشار خودشون رو به اون فشاری که از طریق جامعه جهانی میاد یا اون فشار تحریم ها رو به دوش بیتناهان جامعه بندازن. یعنی منتقل شد به این معنا که جامعه متوسط که حاملان اصلی تغییر و حاملان همین نکته رو آقای باستانی بگذارید که من از آقای رمضانیان هم بپرسم. اونطوری که آقای باستانی گفتن در فجیع تر شدن یک فاجعه آقای ترامپ نقش مؤثر و کلیدی داشته؟ قطعاً همینطوره، ولی ما نمیتونیم که تحریم‌های کمرشکنی که ترامپ بر ضد جمهوری اسلامی وضع کرد و به عنوان تنها عامل در نظر بگیریم. یادمون باشه که اعتراضات دی ماه 96 پیش از خروج ترامپ از برجام و شروع تحریم‌های جدید آمریکا اتفاق افتاد، به وقوع پیوست. بله، بدون شک آقای ترامپ تحریماش در تشدید این وضعیت نقش داشته و الان با اومدن آقای بایدن فضا یک مقداری تغییر میکنه. من یک توضیحی هم در مورد طبقه فرودست بدم. در اعتراضات گذشته در دهه 80 و اواخر دهه 70 طبقات فرودست شرکت نمیکردن، اما در دو اعتراض 96 و 98 ما دیدیم که طبقات فرودست هم بودند در کنار طبقه متوسط. خب آقای باستانی داشتی توضیح میدادید، ولی الان که به نظر میاد فضا در آمریکا کم و بیش به سمت دیگه‌ای، به جهت دیگه‌ای حرکت میکنه، ممکنه که تأثیر اون رو در فضای اجتماعی ایران هم ببینیم؟
ببینید، من حتی این تأثیر رو به منوط به شرایط و پیش شرط‌هایی می‌دونم. یعنی تغییر در واقع سیاست‌های امریکا نسبت به ایران در شرایطی می‌تواند مؤثر، پایدار و منجر به تغییرات مؤثر، پایدار و مفیدی باشه که یک سری پیش شرط‌ها در ایران حاکم شده باشه که مشکلات ساختاری ایران و بی‌تدبیری، بی‌کفایتی، ناکارآمدی سیستم‌های اداری و سیستم‌های خدمات عمومی در ایران حل شده باشه که مشکل ساختاری برای اعمال تغییر، برای ایجاد تغییرات چه در عرصه سیاست و چه در عرصه فرهنگ حل شده باشه. آقای باستانی، ولی بعضی‌ها میگن که این مشکلات بسیار عمیق، خودتون هم اشاره کردید، حتی گروهی از مردم در ایران اینطور میگفتن که به دلیل اینکه این مشکلات خیلی عمیق و ساختاری و از جهاتی حلش مشکل هست، شاید بد نباشه که کسی مثل آقای ترامپ اصلا فضا رو در ایران به سمت فروپاشی پیش ببره. ببینید آقای ترامپ چی کار کرده؟ مدل آقای ترامپ تشدید دو قطبی بین شاهزاده و آیت الله است. این مشکل، یعنی این دو قطبی و تشدید این دو قطبی منجر به این شده که دو قطب در واقع دو قطبیان و تمام این فضا رو به مثابه یک میدان مغناطیسی یونیزه کنن. یعنی شما باید این سمت وایسین یا این سمت وایسین. وقتی که دو یونیزه کنن، امکان هر گونه تغییر از بین میره، امکان اینکه این زیربناها بخواد درست بشه. من نمیدونم اگر آقایون میتوانستن با کروز دموکراسی بیارن، آیا میتوانن با تحریم هم دموکراسی بیارن؟ دموکراسی در کوله پشتی هیچ سربازی وارد هیچ کشوری نشده. آقای رمضانی، این یونیزه رو آقای ترامپ کرده، این دو قطبی رو در ایران؟ ببین اساسا آقای ترامپ که دنبال دموکراسی در ایران نبوده که آقای موسوی، دموکراسی رو که آقای اصلا دغدغه آقای ترامپ نبود. آقای ترامپ تحریما رو برای دلایل دیگری وضع کرد. اگه دنبال دموکراسی بود، خب به هر کشورهای دیگه هم بودن. ما بعد اصلا از این موضوع به این موضوع نباید بپردازیم. بله، طبعا باعث یونیزه شدن فضا شده، باعث قطبی شدن فضا شده، هیچ شکی در اون نیست. اما مشکل اصلی جای دیگه است. الان که آقای ترامپ رفته و دو ماه دیگه در کاخ سفید نخواهد بود، آقای بایدن قراره بیاد، رویکرد جدیدی قراره ارائه بده و باید منتظر باشیم ببینیم چه رویکردی قراره در قبال جمهوری. خب این فضای جدید شما یه فرصت می‌بینید؟ فرصت برای کی؟ برای جمهوری اسلامی، برای مردم ایران؟ برای جمهوری اسلامی قطعاً یه فرصت هست، به خاطر اینکه از واکنش‌هایی که در بعد از انتخابات ما دیدیم، چه از ناحیه اصولگرایان و چه مخصوصاً از ناحیه اصلاح طلب‌ها، اصولگرایان یه حالت بیم و امید دارن نسبت به اومدن آقای بایدن، اما اصلاح طلب‌ها بیشتر امیدوار هستن نسبت به این قضیه، چون احساس می‌کنن که یک فضایی برای فعالیتشون باز شده. به هر حال رفتن آقای ترامپ خبر بسیار خوبی برای جمهوری اسلامی است. خیلی خوب. از هر دو آقایون یه سوال می‌پرسم و اون اینه که راه بیرون رفت از وضعیت فعلی رو در چی میدونین؟ آقای باستانی؟ من در واقع میخوام یک نکته ای را اینجا اشاره بکنم، بعد بگم راه برون رفتش رو به نظر من چیست. ببینید، من الان فکر میکنم که بنبسته فضا یعنی هر گونه تغییر، امکان هر گونه تغییر ماندگار و با مشارکت مردم ایران و متناسب با خواست مردم ایران بنبسته. اما آنچه که اتفاق افتاده این است که طبقه متوسط که می توانند در واقع حاملان دموکراسی و خواهان حقوق بشر و زندگی متناسب با استانداردهای کنونی جهانی باشند، امروز این طبقه به شدت فقیرتر شده و طبقه متوسطی که به طبقه متوسط فروزه است تقلیل پیدا کرده. یعنی کسانی که با در واقع زندگی شهری آشنان، با مدل های جامعه جهانی آشنان، امروز اومده و به طبقه فروزه است تنزل پیدا کرده و حاملان اینها افرادی هستند عصبانی و بهترین حامل هستند برای این گونه شورش هایی که بدون برنامه‌ریزی، بدون راه حل شده. تا زمانی که امکان سازماندهی، تا زمانی که امکان ایجاد احزاب و تا زمانی که امکان ایجاد مطبوعات برای اطلاع رسانی و توافق بر سر یک پروژه جدید در ایران ایجاد نشه، هیچ تغییری به نظر من ماندگار نخواهد بود. بسیار ریشه ای اینایی که می‌فرمایید. آقای رمضانیان، یک سال از آبان گذشته، راه بیرون رفت از وضعیت فعلی از نظر شما؟ ببینید، مردم که به هر حال تا جایی که تونستن پیامشون رو رسوندن به انهای مختلف، خدمتتون هم عرض کردم، الان بالاخره کسانی که قدرت در اختیارشون هست اونا باید تصمیم بگیرن. فضای انسداد کامل سیاسی. اگر فکر میکنن ادعی با انتخابات، از این انتخابات به اون انتخابات، از این ستون به اون ستون قرار فرجی حاصل بشه، من فکر میکنم 20 سال گذشته زمان مناسبی بوده که ما به این عبث بودن این راه پی ببریم. بالاخره مردم ایران مردم نجیبین، از سال 76 تا 96 به زبان مختلف اومدن خواسته هاشون و مطالباتشون رو مطرح کردن و به حداقل ها راضی شدن و به نتیجه نرسیدن. به هر حال مردم حرفشون رو زدن،
بزرگان و کسانی که اون بالا هستند و کسانی که به هر حال ریش و قیچی در اختیارشونه، اونا باید تصمیم بگیرن. مردم که حرفشون رو زدن. ممنونم از احسان رمضانیان، تحلیلگر مسائل سیاسی، و مسعود باستانی، روزنامه‌نگار، هر دوی آقایون از تهران. با اینکه یک سال از اعتراض‌های آبان می‌گذرد، اما کمتر درباره کسانی که در این اعتراض‌ها دستگیر شدند صحبت شده. حکومت ایران هیچگاه تعداد دقیق کسانی که در این اعتراض‌ها بازداشت شدن را اعلام نکرد و فقط یک نماینده سابق مجلس گفت 7000 نفر در این اعتراض‌ها دستگیر شدند. فرین عاصمی گزارش می‌دهد. یک سال پیش حدوداً همین روزها بود که هزاران نفر از معترضان در خیابان‌های شهرهای مختلف ایران دستگیر شدند. معترضانی که ابتدا به افزایش قیمت بنزین اعتراض داشتند و بعد این اعتراض‌ها با ابراز نارضایتی از حکومت و به امید تغییرات سیاسی به سرعت به بیش از 100 شهر سرایت کرد. هزاران نفر بازداشت شدند. بسیاری از خانواده‌ها ابتدا نمی‌دانستند آنها در جریان اعتراض‌ها کشته شدند یا دستگیر. دستگیری‌ها تا روزها بعد از آغاز اعتراض‌ها ادامه داشت. حکومت ایران هیچ وقت آماری رسمی درباره تعداد دقیق دستگیر شدگان ارائه نکرد. حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم، در همان زمان تعداد بازداشتی‌ها را حدود 7000 نفر اعلام کرده بود. بیشتر آنها به این زندان منتقل شدند، زندان فشافویه یا ندامتگاه مرکزی تهران بزرگ. این تصویر مهدی باقری است، 28 ساله، ساکن تهران. او یکی از معترضان است که 7 آذر 98 دستگیر و به 5 سال حبس محکوم شده. یک ماه ازش خبر نداشتیم، اصلا مشخص نبود مهدی زنده است یا مرده. بعد از یک ماه مهدی تماس گرفت از اوین، بعد از یک هفته هم که فرستادنش فشافویه. توی دادگاه اولی هم که اصلا قاضی باش صحبت نکرد، در عرض 2 دقیقه گفت حکمش مثل بقیه است، اصلا نذاش از خودش دفاع کنه، نذاشتم مهدی وکیل بگیره، گفتن اگه وکیل بگیره براش بد میشه، قاضی لج میکنه. منشی قاضی بهش گفته بود و توی زندان بهش گفته بودن که اصلا اینجوری نبود، اینا همه حرف بود. تجدید نظرم که حکم مهدی رو تایید کرد، حکم اولیش، یعنی 5 سال رو بهش دادن، هیچ تخفیفی بهش ندادن. مهدی اومد مرخصی، حکم تجدید نظرش دیر رسید و مهدی یک ماه بعد از همه اومد مرخصی. فکرم حدودن یک ماه مرخصی بود و بعد باید تمدید میشد و توی زندان به خاطر کثیفی آلودگی خیلی ها کرونا گرفته بودن. محمد جعفر منتظری، دادستان کل ایران، 2 آذر پارسال از این زندان دیدار کرد. او گفت همه دستگیر شده ها از وضعیت خود راضی هستند. ما ساشی با خانوادتون همه تون تماس داشتی؟ حالا انشالله مشکل حل میشه. اما شرایط با وجود شیوع کرونا در زندان فشافویه چطور است؟ مهدی نزدیک 2 هفته تو قرنطینه بود با شرایط خیلی سخت. قرنطینه خیلی کثیف بود، یه اتاق کوچیک بود که تعداد زیادی توش بودن. خود زندان هم که خیلی محیط آلوده‌ای داره و تمیز نیست اصلا، آب شور داره، لحاظ غذایی غذاش فوق‌العاده بده و چندین بار بچه‌ها مسموم شدن اونجا. زمانی که شکنجهش کردن مهره کمرش جابجا میشه. مهدی رو زده بودن، به من نمیگفت، حالا هرچی من ازش میپرسیدم به تو رو زدن اذیتت کردم، گفت نه به خاطر که من ناراحت نشم. ولی زمانی که من مرخصی، من پشت مهدی رو دیدم، متوجه شدم مهدی رو زده بودن، پشتش آثاره، رو کمرش آثاره زدن بود. خیلی از معترضانی که بازداشت شدند به اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام متهم شدند. یکی از آنها مهدی باقری. اما معترضان به دنبال چه بودند؟ مهدی یه کارگر ساده است، کسی که کار میکنه با ماشین و وقتی بنزین گرون شد فقط معترض بود به بنزینه که گرون شده، به چیزی که داره کار میکنه، توی این جامعه داره زندگی میکنه، به گرونی اعتراض کرد. مهدی اهل تخریب و خرابکاری نبود که بخواد تخریب کنه جا یا صدمه بزنه به آدمی. دوست داشتن زندگی عادی داشته باشن مثل خیلی از آدمای دیگه، ولی با شرایط سخت مالی واقعا نمیتونستن اون شرایط رو داشته باشن، اون زندگی رو بکنن. از لحاظ خانوادگی هم خانواده مرفعی نداره،
مهدی تحت بازجویی و حالا شکنجه هایی که شده اعترافاتی کرده که اصلا همچین چیزایی وجود نداشته، بل اجبار اینا رو قبول کرده. صدای تیراندازی میاد برای متفرق کردن مردم. شهر بهبهان یکی از کانون‌های درگیری خشونتبار ماموران امنیتی با معترضان بود. ده‌ها معترض در این شهر با شلیک مستقیم ماموران کشته شدند. در سالگرد اعتراض‌های آبان تنها در بهبهان 36 نفر از افراد بازداشت شده در این شهر به احکام 2 تا 10 سال زندان و تحمل ضربات شلاق و پرداخت جزای نقدی و دیه محکوم شدند. آنها به مشارکت در اخلال در نظم عمومی، درگیری، تجمع غیرقانونی، تمرد نسبت به ماموران، مشارکت در آتش زدن اموال عمومی، تخریب بانک‌ها و پمپ بنزین‌های شهر و مشارکت در تخریب اموال عمومی متهم شدند. اتهامی که بیشتر معترضان آن را رد کردند. اما شاید معروفترین معترضان بازداشت شده در آبان 98 این 3 نفر باشند. امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی. این 3 نفر اسفند پارسال به اعدام محکوم شدند، اما حکم آنها فعلا متوقف شده. حکومت ایران برای حکم اعدام این 3 نفر با فشار شدیدی از سوی افکار عمومی و فعالان حقوق بشر روبرو بود. فعالانی که میگویند این 3 معترض آبان ماه تحت شکنجه مجبور به اعتراف اجباری شدند. اعتراض‌های آبان گرچه بسیار گسترده بود، اما با سرکوب شدید حکومت ایران به سرعت و در همان روزهای اول متوقف شد. حکایت بازداشت شده ها اما همچنان ادامه دارد. فرین عاصمی، BBC. در اولین سالگرد اعتراضات آبان در ایران، گروهی از فعالان حقوق بشر اعلام آمادگی کردند که بهمن ماه امسال در شهر لاهه هلند یک دادگاه مردمی برای رسیدگی به وقایع پارسال برگزار کنند. 3 سازمان عدالت برای ایران با هم علیه اعدام و حقوق بشر ایران از برگزار کنندگان این دادگاه 3 روزه هستند و گفتند گروهی از حقوقدانان بین المللی به جمع‌آوری شهادت و رسیدگی به شکایت بازماندگان خواهند پرداخت. در جریان اعتراضات آبان پارسال به گفته مقام‌های ایران حدود 230 نفر و به گفته سازمان عفو بین الملل دست کم 304 نفر کشته شدند. همکارم مریم افشنگ اینجا در استودیو با من. مریم، با خانواده‌های بازداشت شدگان در تمام این یک سال در تماس بودی، بر اونها چه گذشته؟ ببین جمال، قبل از اینکه بخوام در مورد خانواده‌های بازداشت شده‌ها بگم که فرین هم مفصل در مورد بازداشت شده‌ها گزارش داشت، بذار شروع کنیم از خانواده‌هایی که داغدار فرزندان یا بستگانشون بودن. از همون لحظات و روزهای اول تحت فشار، تهدید و ارعاب بودن که به هیچ عنوان اطلاع رسانی نکنن. تقریبا اکثر تشییع جنازه ها با حضور شدید ماموران امنیتی انجام شده، اکثرا در ساعاتی از نیمه شب انجام شده و به خیلی از خانواده ها حتی اجازه در واقع حالا خداحافظی یا دیدن فرزندان یا بستگانشون در زمانی که دارن تشییع جنازه میکنن داده نشده. اگه بریم سراغ بازداشتی ها، همون اوایل اعلام شد که 7000 نفر، یکی از نماینده های مجلس گفت، بازداشت شدن. از وضعیت این 7000 نفر خیلی خبرهایی در نیومد بیرون. ما میدونستیم که خانواده های بسیاری سرگردان بین پاسگاه های نیروی انتظامی، زندان ها، سردخونه ها و بیمارستان ها هستن و دنبال این که بچه هاشون کجا هستن و مدام همین ها هم تهدید میشدن که نباید اطلاع رسانی کنن، نباید خبر رسانی کنن. اما وضعیت بازداشتگاه ها همون زمان حتی به ما خبرهایی میرسید از بیمارستان ها که کسانی که زخمی هستن یا تیر خوردن از بیمارستان توسط ماموران امنیتی برده میشن به زندان ها. مصاحبه من داشتم با یه نفر در زندان فشافویه که میگفت که در حالی که اون زندان پر از زندانی بوده، معترضان آبان ماه هم اضافه شدن، خیلی از اونها در حالی که زخمی بودن مورد شکنجه و در واقع برای اینکه اعتراف اجباری بکنن قرار گرفتن. الان حرف از دادخواهی داد در خارج از ایران، تشکیل دادگاه‌های مردمی در خود ایران، دادخواهی به کجا رسیده؟ ببین، من فکر میکنم که اتفاقی که افتاده اینه که با توجه به روند یک سال گذشته که ببینیم، اینه که خانواده ها تقریبا مایوسن از دادخواهی. الان اگه ما نگاه کنیم پرونده کسانی که عزیزانشون رو از دست دادن، مثلا خانواده پویا بختیاری، پسر جوانی که 25 آبان در کرج با گلوله، شلیک مستقیم گلوله به مغزش کشته شد، پدرش، عموش هر دو در زندان هستن و مادرش هم مثلا مدت هاست که هیچ حرفی در مورد دادخواهی نمیزنه.
میزنه. امیر حسین مرادی، پسری که محکوم به اعدام شده، پدرش در تحت فشار شدید خودش رو دار زد که در واقع یک نوع خودکشی در اعتراض به این وضعیت بود. مثلا موردهای زیادی هست، مثلا آقای بابک پاکنیا وکیل دادگستری موردی رو داره میگه از یه آقای به نام پیمان غلامی که پسر جوانی هست، فقط به خاطر اینکه در جایی حضور داشته که فروشگاهی رو داشتن، مردم از توش چیزهایی می آوردن، یک شکلاتی که افتاده زمین رو برداشته و خورده، این آدم به 8 سال زندان محکوم شده. و آقای پاکنیا در توییتی که کرده میگه که این روایت متهم نیست، چیزی که من در پرونده هم دیدم همینه. در واقع اینها همه نشون میده که این دادخواهی به جایی نمیرسه. از طرف دیگه مشتبه زنور رئیس کمیسیون امنیت ملی اعلام کرد که 26% در اعتراضات حضور داشتن، 26% کسانی که در اعتراضات حضور داشتن اما معترض نبودن با معلوم به دلایل نامعلوم کشته شدن، از جمله شلیک مستقیم به گلوله به شقیقه از فاصله 3 متری. هیچ دادگاهی تا امروز برگزار نشده که عاملان و آمران کسانی که رهگذران عادی رو کشتن معلوم بشه اینا کی بودن. در آخر من فقط میخوام بگم که یکی از مشکلات برای ما که داریم خبررسانی میکنیم به دلیل همین تهدیدها و ارابی که گفتم اینه که خانواده ها نمیان و اطلاعاتی نمیدن. همیشه تمام راههای بی بی سی به روی کسانی که میخوان اطلاع رسانی کنن بازه. الان میتونیم گزارشی رو ببینیم که در مورد همین دادگاه مردمی هست. فقط این هشدار رو باید بدم که ممکنه بعضی از تصاویر برای مردم آزاردهنده باشه. قبل از اونم باید یادآوری بکنم که بیننده برنامه ویژه 60 دقیقه ما هستید که این برنامه برخلاف برنامه‌های معمولمون کمی بیشتر طول می‌کشه. الان ما 1,200,000 حقوق می‌گیرم، با 4,000 دلار فقط دارم بنزین می‌دهم. بدون نون، بدون خورش شکم، بدون هیجان‌طلب زندگی ندارم. به پیغمبر قسم، به این درجه قسم می‌کنم، 3 سال الان ندارم. می گفتند گرانی بنزین سفره‌شان را کوچکتر می‌کند و چاره‌ای به جز اعتراض ندارند. اعتراضی که جوابش با گلوله بود و بازداشت. 1 سال گذشت از روزهای پر التهاب و خونین آبان، روزهایی که بسیاری از خیابانهای ایران شاهد اعتراض و خشونت بود. گزارش سازمان عفو بین الملل و مصاحبه بی بی سی با تعدادی از خانواده های کشته شدگان نشان می دهد عده زیادی از قربانیان در خیابان ها با شلیک مستقیم به سر، گردن و یا قلب کشته شدند. زد بیش زرف میخواد بزنه، میخواد بزنه، زد بیش زرف. با وجود آنکه بعضی از مقام‌های ایران گفتند تعدادی از کشته شدگان معترض نبودند و تنها رهگذران خیابان بودند، اما برای آمران و عاملان کشته شدن رهگذران عادی هم دادگاهی برگزار نشد. از سوی دیگر و به گفته یکی از نمایندگان مجلس وقت، 7,000 نفر در جریان اعتراضات آبان بازداشت شدند. تا امروز هیچ دادگاه علنی برای بازداشت شدگان برگزار نشده، هرچند بسیاری از آنها احکامشان صادر و در حال سپری کردن دوران زندان خود هستند. حالا و بعد از گذشت 1 سال، گروهی از فعالان حقوق بشر اعلام کردند که بهمن ماه امسال در شهر لاهه هلند یک دادگاه 3 روزه برای رسیدگی به وقایع آبان ماه و جمع‌آوری شهادت بازماندگان برگزار می شود. سازمان عدالت برای ایران، حقوق بشر ایران و با هم علیه اعدام اعلام کردند که گروهی از حقوقدانان بین المللی رسیدگی به شکایت شاهدان را در دادگاه بین المللی مردمی آبان به عهده خواهند داشت. سازمان‌های حقوق بشری برگزار کننده دادگاه می‌گویند ده‌ها خانواده و همینطور شاهدان اعلام کردند که برای ادای شهادت در دادگاه حاضر خواهند شد. دادگاه مردمی آبان در لاهه مانند دادگاه نمادین ایران تریبونال است که در سال 91 به اعدام زندانیان سیاسی ایران در دهه 60 پرداخت و در آن حکومت ایران را به جنایت علیه بشریت متهم کرد. اگرچه رأی دادگاه‌های مردمی برای دولت‌هایی که مرتکب سرکوب و خشونت شدند لازم الاجرا نیستند، اما برخی از این دادگاه‌ها تأثیرات قابل توجهی در پیشبرد روند دادخواهی قربانیان داشتند. به عنوان مثال در جریان دادگاه بین‌المللی مردمی رسیدگی به جنایات نیروهای سوهارتو
پس از کودتای سال 1965 در اندونزی، دو تن از مسئولان سابق دولتی که تحقیقشان درباره این جنایت‌ها با سانسور دولت روبرو شده بود، در جلسه دادگاه در لاهه حضور یافتند و برای نخستین بار پرده از یافته‌های محرمانه‌شان برداشتند. این دو شهادت موجی در اندونزی ایجاد کرد و بعد از 50 سال پرونده جنایت‌های گذشته را گشود. رأی دادگاه بین المللی مردمی آبان هم به این سوال پاسخ خواهد داد که آیا مقام‌های جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات آبان ماه سال 98 مرتکب جنایت علیه بشریت شده اند و اگر آری کدام یک از آنها مسئول هستند. مریم افشنگ، بی بی سی. شادی صدر، فعال حقوق بشر و از مدیران سازمان عدالت برای ایران، اینجا در استودیو با من هستن. خانم صدر، سازمان شما و دو سازمان دیگه از برگزار کنندگان این دادگاه سه روزه هستن. این اقدام نمادینه یا اینکه انتظار نتیجه عملی هم میشه داشت؟ اگه ما به تاریخچه دادگاه بین المللی مردمی نگاه بکنیم، از ابتدا که در واقع راسل تریبونال اولیش بوده برای رسیدگی به جنایت جنگی آمریکا در ویتنام تا امروز، میبینیم که هر جایی دولت‌ها از رسیدگی به جنایت‌های مهم خودداری کردن، مثل همین مورد آبان، و از اون طرف جامعه جهانی چشماشو بسته بر این جنایت‌های بزرگ. فعالان حقوق بشر و خود قربانیان سعی کردن که با تشکیل دادگاه‌های بین المللی مردمی بتونن فشار بیارن هم بر دولت‌های خودشون و هم بر سازوکارهای بین‌المللی برای اینکه راه دادخواهی رو باز کنن. به این معنا یک دادگاه بین‌المللی مردمی یک دادگاه نمادین نیست، بلکه یک اقدامیه که در واقع منجر به صدور رأی خواهد شد از طرف گروهی از حقوقدانانی که بسیار برجسته هستند، و این رأی و کل این روند شرکت در دادگاه با تمام ضوابط حقوق بین‌المللی کمک خواهد کرد که در نهایت یک اهرم فشار بسیار مهم ساخته بشه. در اینجا هم در دادگاه بین المللی مردمی آبان ما یک هیئت قضات داریم که متشکل از حقوقدانان بین المللی غیر ایرانی هست. اینها مستقلا رسیدگی خواهند کرد و بنابر این دیگه جمهوری اسلامی یا هر نهاد دیگه‌ای نمیتونه رأی اینا رو بی اعتبار کنه و بگه سیاسی هست، و در نهایت این رأی همونطور که گفتم میتونه اهرم فشار باشه برای اینکه یک رسیدگی حقوقی و قضایی کامل راجع به پرونده آبان صورت بگیره. آنچه که در آبان رخ داد توجه نهادهای متعدد بین المللی رو به خودش جلب کرد. غیر از قضاتی که شما اشاره کردید، آیا این حرکت حمایت بین المللی هم داره؟ حمایت نهادهای بین المللی رو هم پشت خودش داره؟ یکی از سازمانهای تدارک دهنده این دادگاه بین المللی مردمی، سازمان همه با هم علیه اعدام، یک سازمان بین المللی که تعداد زیادی سازمانهای حقوقی عضوش هستند. هیئت قضاتی هم که ما در واقع ازشون درخواست کردیم که بیان به طور داوطلبانه این کار رو انجام بدن، هر کدوم عضو نهادهای حقوقی متعدد تو کشور خودشون یا نهادهای بین المللی هستن، در بسیاری از دادگاه بین المللی قاضی یا وکیل کیل بودن، و بنابراین اونها هم حمایتشون رو ما داریم و پیشبینی میشه که در ماهای آینده، الان که تشکیل دادگاه رو اعلام کردیم، ما حمایت‌های بیشتری رو هم برگزاریم. همچنین سازمان‌های مثل عفو بین الملل، گزارشگران سازمان ملل که در مورد پرونده آبان کار کردن، ازشون دعوت خواهد شد که به عنوان شاهد کارشناس در این دادگاه حضور پیدا کنن و شهادتشون رو ارائه بدن. در گزارش به مواردی در سطح بین المللی اشاره شد که به پیگیری منجر شده. ما در مورد ایران هم در ماهای اخیر پیگیری هایی رو دیدیم در خارج از کشور. ممکنه که این کار به یک پیگیری بکشه و بعد ما افرادی رو ببینیم که اسم اونها مطرح بشه و تحت پیگرد قرار بگیرن؟ من فکر میکنم قطعا همینطور خواهد بود. یعنی امید ما اصلا برای انجام این کار اینه، به دلیل اینکه در وهله اول این روند کمک میکنه که حقیقت و همه حقیقت فجایع آبان روشن بشه، به دلیل اینکه این فراخوانی که ما دادیم، کسانی ممکنه بیان و شهادت بدن یا اطلاعات و اسناد در اختیار ما قرار بدن که تاکنون صحبت نکردن و گوشه هایی از این فاجعه رو برای همگان روشن کنن که تا حالا باز نشده بوده. در وهله دوم مسئله اصلی اینه که دقیقاً یک سوالی که قراره بهش پاسخ داده بشه، اینکه چه نهادها و چه مقاماتی مسئول این جنایت‌های بین‌المللی بودن و اسامیشون روشن بشه و بیاد در انتهای حکم و بعد در واقع روند پیگیری قضایی علیه اونها با استناد به این حکم و اسناد و مدارکش آغاز بشه. ما در سطح بین‌المللی شاهد فضایی تازه هستیم، خصوصا آنچه که در آمریکا در حال رخ دادن هست.
این فضا ممکنه که حرکت‌های اینچنینی رو هم تحت شعاع خودش قرار بده؟ ببین، من فکر می‌کنم که قطعاً تحولات بین‌المللی همواره روی کشوری مثل ایران بسیار تاثیرگذار هستش. انتخابات آمریکا، مسئله معاهده هسته‌ای و و و. اما اون چیزی که یک دادگاه بین‌المللی مردمی و اصولاً حرکت دادخواهی رو متمایز می‌کنه، که اینکه یک حرکت از پایینه، یک حرکت خودجوشه و درسته که به تحولات بین‌المللی چشم داره، ولی امیدی نداره به اینکه حالا با انتخاب شدن این رئیس جمهور یا اون رئیس جمهور تغییر وضعیت، اون تغییر که باید در وضعیت اتفاق بیفته در کف خیابون یک سال گذشته در آبان آغاز شده و امروز وظیفه ماست که حداقل حقوق ضایع شده کسایی که کشته شدن و خانواده های اونها رو اعاده کنیم تا بتونه تغییر واقعی از دل جامعه ایران در بیاد و دادخواهی واقعی یک روز در خود جامعه ایران اتفاق بیفته. و در نهایت چقدر از داخل ایران به تلاش شما پاسخ دادن؟ چقدر از اونجا شکایت دریافت کردید یا ادعا؟ ببینید، همین الان قبل از اینکه حتی این اعلام عمومی بشه، ما خوشبختانه این حرکت با استقبال بسیار از خانواده ها و همینطور شاهدان عینی که اونجا بودن مواجه شده. از صبح که ما این شماره تلفن رو اعلام کردیم که با واتساپ تماس بگیرن، همکاران من میگن که این زنگ این واتساپ قطع نمیشه. و اتفاقا جالب اینجاست که خیلی ها حتی شهادت نمیخوان بدن، شاهد نبودن، ولی گفتن که ما خیلی خوشحالیم که یک امیدی باز شده به اینکه درهایی که شاید حالا همش بسته بوده یکی یا دوتاش باز بشه رو به یک آینده‌ای که حداقل توش دادخواهی و عدالت و حقیقت تحقق پیدا کنه. بسیار ممنونم از شادی صدر، فعال حقوق بشر و از مدیران سازمان عدالت برای ایران. دو روز بعد از شروع حوادث آبان ماه، اینترنت تقریبا به طور کامل در ایران قطع شد. در فاصله روزهای 25 تا 30 آبان، دسترسی سراسری به اینترنت در ایران به نسبت سطح معمولی به 4% کاهش پیدا کرد. اینترنت سراسری موبایل ها هم تا اوایل آذر به حالت عادی باز نگشت. محمد جواد آذری جهرومی، وزیر ارتباطات، بعد از این اتفاق گفت که در جریان قطع اینترنت مسئولیت مستقیم نداشته و این اتفاق به دستور شورای امنیت کشور رخ داده، نهادی که زیر مجموعه وزارت کشور در ایران است. مهسا علی مردانی، پژوهشگر اینترنت در سازمان آرتیکل 19 و دانشگاه آکسفورد از تورنتو کانادا با ما هستن. خانم علی مردانی، بستن اینترنت چقدر برای کنترل اوضاع به حکومت ایران در اون مقطع کمک کرد؟ به نظر میاد که خانم علی مردانی صدای من رو نمیشنون. صدای من رو الان دارید؟ بله، صداتون الان میشنوم. خب. بله بله، سوال من اینه که در اون مقطع اینترنت قطع شد، شما این موضوع رو زیر نظر داشتید، اصطلاحاً مانیتور کردید، چقدر بستن اینترنت در اون زمان به حاکمیت برای کنترل اوضاع کمک کرد؟ من و همکارانم در آرتیکل 19 به تازگی گزارش مفصل درباره قطع یک هفته اینترنت همزمان با اعتراضات آبان منتشر کردیم. روز دوشنبه هم آفو بین‌الملل گزارش در این زمینه منتشر خواهد کرد و سه شنبه این هفته هم یک رویداد مشترک بین آرتیکل 19، عفو بین‌الملل و دیوان حقوق بشر برگزار خواهد شد که به طور مفصل به جزئیات این موضوع می‌پردازیم. ولی برای پاسخ به سوال شما باید بگم که با قطع اینترنت حکومت کنترل فضای ارتباطات رو به دست گرفت و با خشونت زیاد اقدام به سرکوب در نقاط مختلف ایران کرد. مقام‌های ایرانی قطع اینترنت رو حق خودشون میدانند. این اقدام دست حاکمیت را برای کشتار بی‌تمایز معترضان بازگذاشت بدون اینکه کسی بتواند به طور کامل بیرحمی و خشونت نهادهای امنیتی رو مستند کنند. در حال حاضر تنها منابع تایید شده از لیست کشته شدگان لیستی 304 نفری است که عفو بین‌الملل منتشر کرده. این سازمان
هم اعلام کرده که تعداد واقعی کشته شدگان بسیار بیشتر از این است، ولی متاسفانه با کمبود مستندات ما فقط می توانیم عدد واقعی رو حدس بزنیم. همچنین قطعی اینترنت به مقامات اجازه کنترل کامل روایت ها از اعتراضات را داد، با کنترل رسانه ها و منابع اطلاعاتی که مردم ایران به آن دسترسی داشتن، حکومت سعی کرد بعضی ها را قانع کند که این اعتراضات از طرف آشوبگران و هدف تخریب هستند و به حکومت کمک کرد تا این تظاهرات را نامشروع و غیر قانونی را جلوه دهد. بسیار خوب. کسب و کارهای زیادی هم متضرر شدن، صرف نظر از حالا اعتراض هایی که صورت گرفت و سعی کردن اون رو کنترل بکنن. میدونیم که میزان زیان وارده به اقتصاد به کسب و کارها چقدره؟ قطعی اینترنت از دید مالی به کسب و کارهای ایرانی آسیب جدی زد. آسیب اقتصادی در دوران قطعی اینترنت حدود 1 بیلیارد دلار تخمین زده شده. استارتاپ ها و کسب و کارهای کوچک از همه بیشتر تحت تاثیر قرار گرفتن، در حالی که مقامات ایرانی تلاش کردند از آسیب های اقتصادی قطعی های قبل در ایران درس بگیرند و به شبکه اینترنت ملی اطمینان بیشتری کنند، ولی این شبکه ملی در دوران قطعی اینترنت به طور مداوم دچار مشکل شد. همچنین اکثر کاربران ایرانی برای کار و کس در درآمد از تکنولوژی های پلتفرم های خارجی مثل اینستاگرام استفاده می کند و بسیاری از کاربران نمی تواند به جایگزین های ملی این پلتفرم ها اعتماد کند. تصور دنیای امروز بدون اینترنت بسیار مشکله. در اون مقطع یا حالا بعد از اون، کشورهایی که در بیرون هستن می تونستن کمکی بکنن به وضعیت؟ در زمان قطع اینترنت سر و صدای زیادی بود که آمریکا میتواند با استفاده ماهواره به مردم ایران دسترسی به اینترنت بده، ولی در حال حاضر برای اینکه به 80 میلیون نفر در کشورهای به سطح ایران اینترنت ماهواره‌ای داده شود، ظرفیت وجود ندارد. امیدهای زیادی برای کمپانی‌های مثل شرکت استارلینک ایلان ماسک وجود دارد که اینترنت ماهواره‌ای را برای مردم ایران فراهم کند، ولی نگاه به سابقه چنین پروژه های در کشورهای با این حد از کنترل سخت گیری که این ایران داره، میشه فهمید که این راه حل ها به آن اندازه که مردم انتظار دارن کارساز نیست. این سیستم های ماهواره‌ای نیاز به کار کردن با شبکه در داخل کشور دارند که تحت کنترل دولت هستند. ما همین دلیل در آرتیکل 19 متمرکز بر ایجاد فشار به حکومت از طریق سازمان ملل و اتحادیه بین المللی مخابرات هستیم تا این نوع کنترل روی اینترنت را پایین بیارن. ممنونم از مهسا علی مردانی، پژوهشگر اینترنت در سازمان آرتیکل 19 از تورنتوی کانادا با ما. یک سال بعد از وقایع آبان، مسئله واکنش‌های بین‌المللی به سرکوب خشونت‌آمیز اعتراض‌ها هنوز با پرسش‌های روبروست. آیا این واکنش‌ها با آنچه که در داخل ایران رخ داد تناسبی داشت، یا اینکه جامعه جهانی یکی از خشن‌ترین سرکوب‌های سیاسی چند دهه اخیر در ایران رو نادیده گرفت؟ کیوان حسینی همکارم اینجا در استودیو با من واکنش‌ها رو دنبال کرده. کیوان، چطور بود وضعیت؟ آیا آنچه که در ایران رخ داد نادیده گرفته شد؟ پاسخ به این سوال میشه گفت هم آره هست هم نه. به یک شکلی بهتره از نه شروع بکنم،
به این دلیل که الان ما بعد از یک سال داریم این واکنش ها رو بررسی میکنیم و در یک بازه زمانی طولانی اگر بخوایم این واکنش ها رو فهرست بکنیم، اتفاقا با مجموعه ای از واکنش های متنوع، اعتراض های مختلف در سطح جامعه جهانی، در سطح دولت ها، گزارش هایی از جمله گزارش سازمان عفو بین الملل، تحقیقات مفصلی در ارتباط با اینکه چند نفر کشته شدند و همچنین سازمان های بین المللی، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، شخص کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل به تندی اعتراض کرد و حتی گزارشی هم منتشر کرد این کمیساریا و گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران هم در ارتباط با این اعتراض ها موضع‌گیری کرد. برسیم به سطح اتحادیه اروپا، رئیس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعتراض کرد، با لحنی تند محکوم کرد پارلمان اروپا، محکوم کرد خشونت و اعتراض ها در ایران رو، و البته رئیس جمهور آمریکا توییت کرد، وزارت امور خارجه آمریکا گزارش های متنوعی منتشر کرد، بارها اعتراض کرد و حتی تحریم کرد ایالات متحده آمریکا چهره هایی رو صرفاً به دلیل دست داشتن در این اعتراض و سرکوب، از جمله وزیر ارتباطات و دو تن از قضاتی که در محاکمات دست داشتند. و وقتی هم رسید به قدرت‌های اروپایی مثل آلمان و بریتانیا و فرانسه که اتفاقا ازشون انتقادهای زیادی هم شد، الان میتونن بگن که در جایی حدود 9 ماه بعد احضار کردن سفرای ایران رو در هر سه کشور و در نامه اعتراضی به مسئله برخورد و شکنجه معترضینی که دستگیر شده بودند اعتراض کردند. حالا چرا همچنان این تصویر به طور جدی وجود داره که واکنش جامعه بین المللی واکنش کم رمقی به نظر میاد؟ به این دلیل که یک وضعیت اضطراری خاص در یک بازه زمانی کوتاه در زمان اعتراض ها شکل نگرفت. مجموعه این واکنش هایی که من دارم بهشون اشاره میکنم در یک بازه زمانی بسیار طولانی رخ داد. در همون 3-4 روزی که اعتراض ها داشت اتفاق میافتاد، همینجا من و تو بارها که بررسی میکردیم، معمولا پاسخی من در ارتباط با اینکه تازه ترین واکنش ها چه هست، پاسخ های بسیار کوتاه بود در سطح سخنگوی وزارت خارجه فرانسه، سخنگوی خانم مرکل، چیزهای از این دست، که اون هم به این شکل بود که مثلا توی کنفرانس خبری که سخنگوی وزارت خارجه فرانسه داشت، یکی بلند میشد میپرسید که آقا نظرت درباره مسئله ایران چه هست، و او یک توصیه هایی میکرد به دولت ایران از اون حرفای کلیشه‌ای تکراری که از خشونت پرهیز بکنید. از اون طرف اون چیزی که ما دیدیم یک سطح بی سابقه خشونت، چه بسا بسیار کم سابقه بود. اگر بخوایم این رو با واکنش ها در اون زمان مقایسه بکنیم، میتونم بگم که واکنش های اون زمان به هیچ وجه بی سابقه یا کم سابقه نبود. چرا در اون زمان همونطور که اشاره کردی واکنش ها مطابق انتظار بسیاری از فعالان حقوق بشر در ایران یا فعالین جامعه مدنی نبود؟ من میتونم به 3 موضوع مهم کاملا متفاوت اشاره بکنم که فکر میکنم هر 3 تاش بسیار از اثر گذاشتند در شکل گیری این وضعیتی که ما باهاش روبرو بودیم و این واکنشی که انقدر طول کشید. اولین و مهمترینش همین مسئله اینترنت و سانسور اطلاع رسانی است. در 3 روز نخستی که سطح خشونت بسیار بالا بود، اینترنت در ایران قطع بود و همزمان فعالیت خبرنگاران مستقل و خبرنگاران بین المللی هم در ایران ممنوع بود. برای همین اطلاع رسانی و دسترسی به اطلاعات مستقل و دقیق بسیار دشوار بود. ما صحبت از واکنش دولت‌ها و سازمان‌های بین المللی می‌کنیم، در حالی که این سازمان‌ها و دولت‌ها در اون زمان اصلا نمی‌دونستن چه اتفاقی افتاده. نه تنها اینا، بسیاری از رسانه های مستقل دیگه در تلاش بودند هم عمق ماجرا رو با جزئیات هنوز نمیدونستند. تا روز 4 که سازمان عفو بین الملل یه گزارش منتشر کرد و اعلام کرد که تعداد کشته ها بالای 100 نفر هست و از اینجا چه بسا انتظارات بیشتر شد که حالا دیگه باید یک واکنشی ببینیم، به خاطر اینکه ما که خبرنگاران فارسی زبان بودیم همه خیلی زود متوجه شدیم که یک اتفاق غیر معمول و فوق العاده ای داره میفته توی ایران. از اینجا به بعد قسمت دوم ماجرا شروع میشه که اون هم فعالیت تبلیغاتی واقعا خارق العاده و پیچیده ای که جمهوری اسلامی ایران شروع کرد در ارتباط با مسئله کشته ها، تکذیب تعداد کشته ها و بعد غبارآلود کردن فضا بدین ترتیب که از جمله انتشار گزارش های بسیاری در ارتباط با اینکه کسانی که کشته شدن مسلح نبودند، اغتشاشگر بودند، آشوبگر بودند، اتهامات بسیاری که به این در واقع کسانی که کشته می شدند و در اعتراض ها شرکت کرده بودند زدند که وضعیت رو تا اندازه گیج کننده کرد. وضعیت جایی تازه شروع کردن به تعدادی از اینها لقب شهید دادن و وضعیت رو کاملا مبهم و غبارآلود کردن، کار رو بسیار سخت کردن همچنان برای اطلاع رسانی و تایید تعداد کشته ها و در پایان مسائل دیگری که میتونست این اعتراض ها رو به زیر سایه خودش ببره. و آخرین و مهمترین بخشی هست که فکر می‌کنم در واکنش بین المللی اثر گذاشت و این هم این بودش که ما در میانه تنش بسیار بی سابقه و مهم و خطرناکی بین ایران و آمریکا بودیم وقتی که این اتفاقات افتاد. همزمان
بسیاری ناظران بین المللی نگران وقوع جنگ بودند. تقریبا 2 ماه بود که اتفاق آرامکو افتاده بود و هنوز نگرانی های وجود داشتش که چه اتفاقی قراره بیفته، چه واکنشی دیگه ای ما از طرف ایران میبینیم. مثلا دقیقاً 2 هفته بعد از این اعتراضا، وقتی که کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل گزارش منتشر کرد و گفتش مطمئن هستش که بیش از 200 نفر کشته شده و به نظر میرسید روزی بود که باید این خبر اول جهان میشد، ناگهان خبری اومد که ایران سپاه قدس موشک‌های زیادی رو فرستاده به کشور عراق به دست شیعیان عراقی برسونه و تا اندازه زیادی این خبر کمیسر عالی حقوق بشر زیر سایه اون رفت. و بعد در ماه دسامبر سال گذشته مسئله درگیری شبه نظامیان شیعه با نیروهای آمریکایی اصولا اومد به صدر خبرها، راکت پراکنی‌ها. در پایان اون ماه یک پیمانکار آمریکایی در عراق کشته شد، یه هفته بعدش قاسم سلیمانی کشته شد، بعد هواپیمای اوکراینی سرنگون شد توسط سپاه پاسداران در ایران و 176 نفر کشته شدند. و نه تنها افکار عمومی جهان، بلکه حتی افکار عمومی ایران هم کاملا درگیر مسائل متفاوتی شد که خیلی سریع داشت بعد از اعتراض‌های آبان اتفاق می‌افتاد و موجب شد وضعیتی شکل بگیره که چه بسا هنوز 40 بعضی از این کشته شدگان در تهران داشت برگزار می‌شد، بسیاری در ایران داشتن به مسائل دیگری فکر می‌کردن، آماده بودن برای اعتراض برای کشته شدگان هواپیمای اوکراینی و موضوعات بعدی که بعدش اتفاق افتاد. ممنونم از کیوان حسینی. محمد داستانخواه یکی از دست کم 10 نوجوانی بود که در اعتراض‌های آبان 98 ایران کشته شد. او 25 آبان پارسال در راه مدرسه به خانه در شهرک صدرای شیراز با شلیک گلوله به قلبش کشته شد. محمد 15 ساله بود. عبدالرضا داستانخواه و نرگس افشاری، پدر و مادر محمد، در گفتگو با فرین عاصمی از فرزندشان گفتند و آنچه که در این یک سال بر آنها گذشته. 25 آبان شیفت عصر بود محمد که رفت مدرسه، ساعت 12:30 از خونه رفت بیرون، دیگه ساعت 4 بود، بچه ها اومده بودن خونه، من زنگ زدم مدرسه گفتم بچه ها چیکار کردین، گفت ما بچه ها رو راهی کردیم اومدن خونه، دیگه من هرچی منتظر موندم ساعت 4:30 بود، نیومد دیگه، هرچی دنبالش گشتم پیداش نکردم. صدرا رفتیم بیمارستان، من خیلی گریه میکردم، یه پرستاری بهم گفت خانم نشونه بچه تو بهم بگو، گفتم محمد با کیف مدرسه بود، از مدرسه لباس فرم مدرسه تنشه، گفت خانم من خودم گذاشتم سردخونه بچه شما رو. دیگه هیچی، اومدیم خونه دیگه رفتیم شناسایی کردیم، درست بود، دکتر عکس گرفت و برد نشونه من داد، محمد بود. صدرای شیراز 8 نفر تا حالا کشتن، تیر مستقیم به مردم، شلیک مستقیم به مردم. تمام معلم‌ها مدیر میدونستن که اون روز صدرا خیابونا شلوغ و واقعا نباید بچه‌ها رو همینجور مثل روزای عادی تعطیل کنن برید خونه. لاقل یه اطلاعی به والدین میدادن که والدین برن دنبال بچه‌هاشون که چنین اتفاقی برای محمد مثلا نیفته. وضعیت صدرا بسیجی‌ها رو می‌بینید که رو سر ساختمون دارن تیراندازی می‌کنن به سمت مردم. شکایتی از معلم‌ها کردم تو دادسرای فرنگشهر که حکمی هم صادر شده، نوشته شده که به خاطری که توسط نیروهای امنیتی زده شده هیچ گونه چیزی متوجه معلمین و بیای مدرسه نمیشه، یعنی شکایتتون اصلا کلن علیکیه. و یه شکایت تو دادسرای نظام از نیروهای امنیتی نوشته بودیم همون روز اول که جنازه رو تحویل گرفتیم، اونم گفتن که بله ما فقط گناهکار یا بیگناهی اینا رو ثابت میکنیم، کسانی که گناهکار نباشن فقط یه دیه بهشون تعلق میگیره، چیزی از این که به عنوان شهید اعلام کنن یا فلان برای اشخاص عادی نیست. الان 1 سالم گذشته، نه هیچ کاری برای ما انجام ندادن، گفتن میخوایم بزنیم شهیدی که اصلا هیچ خبری نبود از شهیدی. چند روز پیشم که من رفتم دادگاه گفتن فقط یه دیه میتونی شما تعلق بگیره به شما، هیچی، نه تا الان هیچی جوابگو هم نیستن. من رفتم گفتم بچه من بیگناه بوده، هیچی، اصلا دادگاه جوابی هم به ما ندادن، قانونی وجود نداری، یعنی همه بیگناه، کی گناه داشت، یعنی بنزینی گرون شد همه بچه ها باید کشته بشن، همه بیگناه بودن. اگه برای یکی مثل امثال خودشون چنین اتفاقی افتاده بود چه صداهایی به چه جایی که نمی رسوندن، ولی الان چون که محمد
اینجور تو افتاده. برای ما و امثال ماها میگن اتفاقیه که افتاده و تموم. فقط میتونید برید یه دیه بگیرید، فکر میکنن مثلا دردی پدر و مادر رو مثلا میتونن با این چیزا دوا کنن. اتفاقی افتاده توی یک سال، کلن خونه از هم پاشیده، مادرش قلبش درد میکنه، هر ساعت با بریم دکتر رو بیایم. یه خودم اصلا حوصله هیچ چی رو ندارم، نه سر کار رفتن. اتفاقیه که واسه ما خیلی تحملی سخت، خیلی سخته نبودن محمد. محمد خیلی خونگرم بود، خیلی جنب و جوش عجیبی داشت، دوست داشت همیشه کار کنه، درساش هم بد نبود، خیلی علاقه زیادی به روباتیک داشت، همیشه مقدار سیم، باتری و آرمیچر داشت، خودشو باهاش سرگرم میکرد، چیزایی میساخت. همیشه تو کوچه با دوستاش مشغول بازی بود، دوستاش جمع میکرد دورو برای خودش. از موقعی که این اتفاق واسه محمد افتاده دیگه بچه ها جمع نمیشن تو کوچه، میگن مامان محمد صدای ما رو میشنوه ناراحت میشه. واقعا یک سال برای من جهنم بود، یک سال که نبود، 100 سال برای من گذشت، ولی خیلی سخت برای من، خیلی. 16 سال زحمت کشیدم، ناحق کشتنش خیلی سخته برام، واقعا سخته برام. یک سال که 100 سال گذشته برای من. ممنون که این برنامه 60 دقیقه ویژه رو تا آخر تماشا کردید. میتونید این برنامه و برنامه‌های قبلی ما رو در وبسایت BBC فارسی و همینطور روی کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. سپاسگزارم.